امروز میخوام به این جوجه عروس هلندی کوچولو شیطون و خیلی هم گشنه سرلاک بدم و نکات مهم رو واسه سرلاک دادن به عروس هلندی بهتون بگم. ولی فکر کنم باید به اینا هم بدم دیگه، خیلی گشنه میزنن. سلام بچه ها، علیرضا جوازده هستم و خوش اومدید مثل همیشه به آکادمی یوکاپ عروس. اینجا نمیدونید شما چه خبره، اینا چه بلایی سر من آوردن. نصفشون این ورون ور دارن پرواز میکنه. گاز نگیر تو رو خدا، این میخواد دون خور بشه. چینه دونش هم خور دونه، یعنی داره میخوره، ولی بازم گاز میگیره منو. اصلا نمیدونم واقعا بعضیشون با من مشکل دارن فکر میکنن. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب و سرلاک بدیم به این جوجه ها، مخصوصا این توتی عروسه، اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد یا میخواید یه پرورش دهنده موفق توی حوزه توتی سانان باشید، یا حتی اگر یه توتی دارین و میخواید اطلاعاتتون توی زمینه توتی سانان و نگهداری کلا در مورد همه چیز توتی ها زیاد بشه، کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید که به افراد بیشتری نشون داده بشه و اجرای از من حمایت کنید. سوالی هم دارین توی کامنت بنویسید، شک نکنید که جواب میدم. خب تجهیزاتی که شما نیاز دارید، ببینید سرلاک مرغوب و خیلی با کیفیت من خودم فعلا چیزی که تو ایران موجود و خودمون موجود داریم و یکی از بهترین برندهای دنیاست، ورسل لاگا استفاده میکنم. واسه عروس هلندی عموما A21 استفاده میکنم. واسه توتی سانان دیگه که یکم چرب خاطر هستن مثل گرین چیک و اینا A21 هم میتونید استفاده کنید، A19 هم میتونید استفاده کنید. جدا از سرلاک، وسایلی که نیاز دارید به واسه سرلاک دادن، سرنگ، اگر پرورش دهنده هستید یا تعداد زیادی جوجه دارید حتما از این سرنگ های مخصوص سرلاک استفاده کنید. سرنگ مخصوص سرلاک دادن به توتی سانان سرنگ مخصوص داره و خب خیلی ایدئاله. کیفیت های خوبش رو باید تهیه کنید حتما، چون کیفیت متفرقه تو بازار زیاد داره. صدای عروس هلندی سرلاکیش خیلی نمخه، میشنوید دیگه واقعا رو مخه، زمانی که گشنه میشن البته چنین صدایی دارن. خب شما میتونید یه سرنگ معمولی بخرید و سند پولی. ببینید شاید شنیده باشین که کرمک دو چرخه استفاده میکنن و شاید حتی شما استفاده کرده باشین، خیلی خطرناکه چون راحت در میاد و کلا متریالی که باش ساخته میشه غیر استاندارده. اصلا تو چی داری میخوری؟ سرلاک داری میخوره نامرد، این دونخوره ها، 4-5 وانشه. خلاصه کرمک دوچرخه اصلا استفاده نکنید. یه ویدیو در موردش ساختم که چطوری این سرنگ استاندارد رو بسازید خیلی راحت با 15,000 تومن که خب این سند فولی 14. ببینید این به هیچ عنوان در نمیاد برخلاف کرمک که توی چینه دون پرنده گیر کنه. شما نمیدونی الان چه شرایطیه، 2-3 تا پرنده روی دوربین نشستن، اصلا افتضاحه. ببینید تکون میخوره. یه اینجا بینم، یه اینجا، یه اینجا، چه سر خوب. بیا بارا بیرون همو از تو سرلک ها. ای بابا به خدا گیری افتادیم از دست اینا. خلاصه سند فولی 14 اصلا هیچ مشکلی نداره چون استفاده پزشکی داره و متریالی هم که استفاده میشه کاملا مناسبه. این چرا من انقدر گاز میگیره؟ خیلی خوب، سرنگ استاندارد در وهله اول اگه تعداد جوجه‌تون بالاست، اگر نه میتونید سرنگای دستساز استفاده کنید، خودتون درست کنید با سند فولی و سرنگ معمولی 5 سی سی یا 10 سی سی. عروس هلندی توی این سن تقریبا 7 سی سی سرلاک باید بخوره و توی این جسته و سن و بهترین سنیه که یعنی توی این ریخت و قیافه توی این سن توی این پرپوشی حالت پرپوشی شما بیا برو و شما برو اینجا بایستا نگاه کن چه گیری داده ها. بایستا اینجا شما بیا برو اینجا توی این سن بهترین سنیه که بعد میتونید تهیه کنید واسه جوجه سرلاکی، چون یه جورایی از مرگ جسته است. خب حالا سرلاکتون رو به صورت دقیق اونجوری که باید درست میکنید توی این مثلا غلظت واسه این سن عالیه. دمای سرلاک رو حتما کنترل میکنید با یه دماسنج مایعات بین 30-35 درجه، بیشتر نباشه دمای سرلاک زمانی که میخواییم به پرنده بدیم. خب
بریم سر اصل مطلب و این اوضاع. ببینید این صدای عروس هلندی یا خدا، یعنی به قرآن منو پیر میکنید شما. نگاه اون داره دوربینو میخوره. ای خدا بیا برو این برمو، بیا برو این بر. ای بابا. خب سر لک رو من میخوام اول یه 4-5 سیسی با این بدم، بقیهش رو با اون بدم که جفتش رو شما یاد بگیرید. بزن یکم زوم کنم دوربینو. خب شما بیا برو عقب، جلوی دوربینو نگیری. خب بذار اول با اجازتون من به این گیریم شیکه میدم، چون این خیلی گشنه بازی داره در میاره و باید یا خدا اجداها. خب تو دیگه تمومی، بیا برو. خب با این سالنگ ببین حتما بلند بگیرید سوندتونو، چون که خیلی پیش میاد واسه عروس هلندی که کرمک، یا حالا اگه کرمک استفاده میکنید که میگم نکنید، یا حالا سوند، چون خیلی با اشتیاق میخوره ممکنه در بیاد و بره پایین و خیلی خطرساز بشه. خب قبل از اینکه سرلک بدیم، ببین این صدا صدای گشنگیشه، اما هر وقت این صدا رو داد بهش سرلک ندیم. طبق ساعت چینه‌دون پرنده باید تقریبا 80 تا 90 درصدش خالی شده باشه. خب حالا ما میخوایم سرلک بدیم، چجوری؟ اول باید تحریکش کنید، دو تا دست میذاریم دو سمت نوک پرنده، خودش صدا رو در میاره. ببینید صدای سوت ماننده. ببینید باید سرلاک رو وارد چینه‌دون کنید، راه هوا یا همون نای پرنده و مریش دقیقا کنار هم دیگن، بنابراین باید خیلی مراقب باشید. باید به سمت راست پرنده وارد کنید. خب قشنگ وارد میکنید، میبرید قشنگ تا پایین و سرلاک رو آروم آروم تخلیه میکنید. به همین راحتی، به همین خوشمزدگی. یکم دیگه اصلا میخوام با این سرنگ بدم، با اینم همینطور، دقیقا به سمت، به این شکل، به سمت پایین و به سمت، یعنی اینجوری نبریم برای پرنده، قشنگ اینجوری ببریم به پایین و به سمت راست بدن پرنده. چینه‌دون سمت راست بدن پرنده است راهش، و سمت چپ اگر وارد کنید وارد نای میشه و پرندتون تلف میشه، وارد ریش میشه. خب به همین شکل، ولی نگاه کنید هنوز گشنه است. شما نباید به خاطر اینکه این میخواد سرلاک باز به سرلاک بگیم، چون اونجوری فقط باعث میشین که پرندتون اتصال چینه‌دون پیدا کنه و خدای نکرده تلف بشه. همون مقداری که باید بدیم چینه‌دونش نباید سفت بشه. خیلی صداشون رو مخ من، میدونم. مراقب باشید که چینه‌دون پرندتون سفت نشه، زیاد سرلاک ندید که اتصال چینه‌دون پیدا نکنه. و در کل دمای سرلاک رو رعایت کنید، مقدار سرلاک رو رعایت کنید. نباید چینه‌دون سفت بشه، باید درده فقط پر بشه. مثلا تو این سن 7 سیسی کافیه، نباید خیلی زایع باشه که پرنده سرلاک خورده باز نکنه. و اینکه سرلاک رو هم باید نهایت 4 الی 6 ساعت پرنده کاملا حذف میکنه. اگر غیر از این بود، یا سرلاکتون خیلی قلیز درست کردین، یا خیلی رقیق درست کردین، و یا سرلاک نامرغوبی رو دارین استفاده میکنید. خب ممنون که تا اینجا همراه من بودید. من برم تا اینا منو سرلاکام و سرنگم و همه چیمو نخوردم. یا خدا این داره سنا میکنه تو سرلاکام. خدا حافظ شما.